بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب بندگان باشد عطایی از خدا قرآن برای بندگان باشد عطایی از خدا قرآن بود آورده ای آن پیشوای انبیا الحمد لله الحمد لولیه و الصلاة على نبیه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين فأنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وبلغ إلينا دعوة الحق بالحق واليقين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين اللهم اجعلنا من الشاهدين والشاكرين حضار محترم سامعین نهایت گران قدر ثواب جویان بارگاه الهی جوانان بزرگواران همه و همه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته خدا را سپاسگزار هستم که بار دیگر در خدمت شما سروران و عزیزان و بزرگواران قرار دارم اینک لحظات مختصر شما را گرفته پیرامون سوره ای که آیه های اولی این سوره حضور پرنور و چهره های درخشنده شما قرائت گردید وارد بحث خواهیم شد الله جل جلاله در طول تاریخ به خاطر بیدار ساختن بنی نوع بشر و بیدار ساختن انسانها گروهی از نمایندگان خود را که به نام وکلای منتخب که الله جل جلاله از بین میلیون ها بشر انتخاب کرده و ای انسان هایی که رب العزت ایشان را انتخاب میکند در تمام مواصفات انسانی در تمام سجایا و اخلاق در تمام او موازین بشری دارای حصه اول و امتیاز اول می باشد یعنی اونها در همه چیز اول نمبر است در صداقت، در راستی، در شجاعت، در عدالت، در تقوا، در دیانت، در همه و همه چنین انسانها را رب العزت بخاطر یاددهانی عهد وثیق و میثاق الست بربکم روان میکند
زمانی که رب العزت انسانها را آفرید، آدم علیه السلام آفرید، یک دو نه بلکه ده ها حدیث وجود داره که این مطلب را تایید میکنه. رسول معظم اسلام علیه الصلوات و تسلیمات فرمودند الله جل جلاله زمانی که آدم علیه السلام آفرید و تمام ذریه های ایره به ید قدرت خودش از پشتش تکان در روی زمین و مانند مرچگکای ریزه فجعلهم عقلا و خاطبهم، اینها را صاحب عقل، صاحب خرد، صاحب اندیشه و فکر گردانید و بعد مخاطب قرارشان داد. الست بربکم، آیا ما پروردگار شما نیستم؟ در آنجا همه اعتراف کرده به امو تعهد، به امو پیمان، بلا استثناء همه و همه اعتراف کرده بلا انت ربنا، بلی تو پروردگار ماست، خالق ماستی، آفریدگار ما هستی. بناً علمای اسلامی میگن نظر به تقاضای حدیث سرور عالم صلی الله علیه و سلم، کل مولود یولد علی الفطره فابواه یهودانه او ینصرانه او یمجسان، هر مولودی که در دنیا تولد میشه به همو فطرت، به همو پیمان، به همو تعهد و به همو عهدی که با خدا کرده به همو به دنیا می آید. و این چی معنا داره که بر فطرت تولد میشه؟ چی معنا داره؟ معنایش این است اگر همین مولود را مانع سر رایش کس ایجاد نکند، یا پدر یا مادر یا اجتماع یا ماحول، این انسان به دین حنیف ابراهیمی می باشد و این انسان موحد، خداشناس، خداپرست، با دیانت و پرهیزگار می باشد. این انسان رب خود را می شناسد. این انسان خالق و آفریدگار خود را می شناسد. اما خود پیامبر علیه السلام فرمودند موانعی وجود دارد، عوایقی وجود دارد، اسباب، ذرایع و وسایل وجود دارد که اینمی فطرت به هم میزنه، ایره معکوس میکنه، به یک راه دیگه میبره، منحرف میسازه. فابواه یهودانه، پدر و مادرش او را یهودی میسازه. او ینصرانه، یا پدر و مادرش او را نصرانی میسازه. او یمجسانه، یا پدر و مادرش او را مجوسی میسازه. نه تنها پدر و مادر، پدر و مادر یک عنوان هست، یعنی پدر و مادر نقش اولی را دارن، ولی بعدها از خانه که بیرون رفت در کوچه یار، یاور، همنشین، همراه، همصنفی، همسفر و امثالهم، اینها هم تأثیراتی بسزای خود را دارن. ما حول، اجتماع تأثیری بسزای خود را دارن که حتی این ما حول به بالای بزرگترین انسان ها، حتی انبیای خدا تأثیر میکنه، حتی انبیای خدا. به طور نمونه و استشهاد، حضرت زکریا علیه السلام یک نبی خداست، یک پیامبر خداست، ولی خیلی سنش بالا رفته، دارای همسر است، اما خدا فرزندی برش نداده. زمانی که کفالت بی بی مریم را به اساس این که قرعه به نامش برآمده بود، نظر به استشهاد آیه قرآن کریم، و این متکفل سرپرستی حضرت بی بی مریم شد و به خاطر که شوهر خاله بی بی مریم بشه، از این دو نگاه ای در بیت المقدس در بین تمام به اصطلاح دیگر راهبا و کشیشا و کسانی که ادعای ایره داشتن که سرپرستی مریم بی بی را به عهده بگیرن، اما قرعه به نام ای برند.
این زمانی که طفلی زیر تکفل خود را مراقبت میکنه، کنترل میکنه، تربیه میکنه، یک زمانی میآید در حجره بی بی مریم، میبینه که در نزد بی بی مریم در تابستان میوه زمستانی هست، کیله و مالتا و کینو و امثال هم دوره مثال، و در زمستان میوه تابستانی هست، انگور و خربوزه و تربوز و امثال. نبی خدا سؤال برش پیدا میشه و یا مریم انا یکون لکی هازا، ای مریم ای برای تو از کجا می آید؟ بی بی مریم صدیقه خدا، ولیه خدا، شاگرد به ذات یک پیامبر حضرت زکریا علیه السلام، شاگرد یک پیامبر چطور خواهد بود؟ قطعا یک انسان قاطع، مبارز، مجاهد، وارسته از دنیا، خداجو و خداپرست، متدین و پارسا، متقی و پرهیزگار. مگه قالت هو من عند الله، ای زکریا علیه السلام، ای از نزد رب العزت، از نزد رب العالمین، از نزد الله جل جلاله به من میآید. برای تکبیر، الله تکبیر، الله اکبر. اینجاست که بالای زکریا علیه السلام تأثیر میکنه. ببینید اجتماع سر بزرگترین مردای تاریخ تأثیر داره، چه جای فرزند انسان، فرزند عادی یک انسان. اینجا اجتماع بالای پیامبر خدا تأثیر میکنه و حضرت زکریا علیه السلام یک فکر، یک اندیشه و مفکوره برش ایجاد میشه، میگه تا این زمان با این فکر نبود، حالا به این فکر است. او خدایی که به مریم بی موسم میوه میده، او خدایی که به مریم در تابستان میوه زمستانی و در زمستان میوه تابستانی میده، من باور دارم، من عقیده دارم، من ایمان دارم که برای من فرزندی نصیب خواهد کرد. دستان خود را در حجره عبادت رفته و بلند میکنه، با دربار رب العزت دعا میکنه، ربی حبل من لدنک ولیا یریثنی و یریث من آل یعقوب و جعله ربی رضیا، پروردگارا فرزند برم نصیب کو، فرزند دوست داشتنی و محبوبی برم نصیب کو، اما با آن همه پیش از همه تو از او راضی باشی. اجابت از در حق بحر استقبال می آید، رب العزت دعای زکریا علیه السلام قبول میگه، ای زکریا علیه السلام دعای تو قبول شد، ما بر تو فرزند میتیم، اسمش یحیی است. یکی از امتیازی که حضرت یحیی علیه السلام بر سایر انبیا دارن، هر انبیای خدا یک ویژگی، یک خصوصیت در بارگاه رب العزت دارن. ویژگی حضرت یحیی علیه السلام امین است که نامش خود رب العزت مانده، نامش الله جل جلاله سرش مانده. زکریا علیه السلام به خاطری که در مقام عشق است، در مقام طوفان عشق است، میگه پروردگارا چطور؟ ما هم پیر شدن، همسرم رب العزت میگه ای کار ماست. و قد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، تو را ما آفریدم، تو را ما پیدا کردم، زمانی که تو را آفریدم چیزی نبوده، همین قسم ما یحیی علیه السلامم برای تو نصیب میگم. عزیزای محترم، این است تأثیری به اصطلاح بالای فرزند، بالای ولد. انبیای خدا به همین می آیند که همین عوایق، همین موانع و همین اسباب و ذرایع و وسایلی که جلو ایمان فطرت را می گیره ایر بزدایند، ایر از بین ببرند. انسانهای گمراه، انسانهایی که ره را گم کردند،
انسانهایی که خدا را نمیشناسن، خود را نمیشناسن، مسئولیت آینده خود را نمیشناسن، از عقبا و آخرت و قیامت برشان خبری نیست، پیامبران الهی و کلای منتخب رب العزت برای امی فرستاده میشن تا این انسانها را از راه زیغ و زلالت و گمراهی و انحراف به سوی راه شاه راه صراط المستقیم و به سوی راه راست و عدالت دعوت بکنن، که راه راست این طرف است، راه فطرت این طرف است، تعهد و پیمانی که تو با خدا کردی اینجاست، معنایش این است. از این جهت است که محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید کل مولود یولد علی الفطره فابواه یهودانه او ینصرانه او یمجسان. آیه هایی که حضور پر نور و چهره های درخشنده شما قرائت کردم، رب العزت جل جلاله و عم نواله و اعظم شأن در این سوره مبارکه طارق و السماء و الطارق و ما ادراک ما الطارق النجم الثاقب دو مطلب بسیار بزرگ بیان. یک مطلب چیست؟ مطلب اولی این است که رب العزت قسم یاد میکنه، سوگن یاد میکنه، و السماء قسم به آسمان، و الطارق قسم به او آینده ای که در شب می آید و ظاهر می شود در آسمان، یعنی ستاره ها. و ما ادراک ما الطارق، این تفسیر قرآن به قرآن است که خود خدا تفسیر میکنه. تو چی میدانی ای پیامبر تاریخ چیست؟ النجم الثاقب ستاره درخشنده ای هست. این کل نفس لما علیها حافظ، این جواب قسم است. رب العزت قسم یاد میکنه. جواب قسم چیست؟ برای چی قسم یاد میکنه؟ برای این قسم یاد میکنه ای بنده خدا، ای اولاد آدم، ای امتیان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، در غفلت نباشین، در غفلت نباشین. این کل نفس لما علیها حافظ، هیچ نفسی نیست مگر این که بر او حافظ، رقیب و نگاهبان و مراقبت کننده بر او گماریده شده. این کل نفس، هیچ نفسی نیست لما علیها حافظ مگر این که بر او حافظ، نگهبان و مراقبت کننده بر او گماشته شده. چنانچه رب العزت جای دیگر می فرماید ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، در سوره قاف. هیچ تلفظ، هیچ کلام، هیچ سخن، هیچ جمله از دهان انسان بیرون نمیشه مگر اینکه نگارنده، شمارنده در اونجا است که او را شمار میکنه و نوشته میکنه. الله اکبر. خیلی عجیب است، رب العزت جل جلاله ما را آگاه میکنه که بر ما محافظ مقرر کرده، بر ما بادیگارد مقرر کرده. حضرت علامه مفتی محمد شفیع رحمه الله تعالی در تفسیر ذیل آیه مبارکه در اثر بزرگ خود به نام معارف القرآن نوشته میکند که حدیث سرور گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم هست که الله جل جلاله برای هر انسان 360 ملک محافظ مقرر. دو ملک کرام الکاتبین اونها وظیفه جداگانه داره. ملک کرام الکاتبین آیه ای که از سوره قاف خواندم به ملک کرام الکاتبین تعلق، اما محافظت بقیه 360 ملک در وجود انسان برای بقیه بلایا، مصیبت ها که هفت ملک او مخصوص به چشم است که چشم انسان محافظت از تمام چیزهایی که نمیبینه، چون چشم خیلی مهم است. از همین اهمیتش رب العزت ایره بالا آفریده، از همه اعضا و جوارح بالا آفریده. دیگر خصوصیتش این که از چهار جانب ایره کانکریتی آفریده، چنان یک پوش مستحکم، نیرومند، تا
قوی و با مقاومت به اون نصیب کرده که از صلابتش، از قوتش تا نهایت درجه در آمد و شد روزگار در بلا و شدائد این مقاومت میکنه. هر زمانی که کسر کرد به اونجا رسید، این نهایت درجه که از اندازه بیرون شد، بعد امکان داره که این استخوان‌های ما حول چشم کسر بود و الا ضربات و شدائد معمولی را متحمل میشه، چشم متضرر نشه. اگر از اندازه بیرون شد، بعد اندکی به چشم هم آسیب میرسه. این حکمت رب العزت جل جلاله. این کل نفس لما علیها حافظ. این یک مقدمه بود. مقدمه دیگری که در این سوره است، مفاهیم دیگرش این است که رب العزت جل جلاله قسم یاد میکنه و به ما و شما، به تمام انسان ها پیام روان کرده، مکتوب روان کرده که ما قیامتم میارم، ما محشر جور میکنم، ما میدان رستخیز جور میکنم، میدان قیامت جور میکنم، در اونجا محاسبه، حساب و کتاب تمام انسان ها را میرسه. به خاطر انکار منکرین، به خاطر انکار جاهدین، به خاطر انکار کافرین، رب العزت می فرماید، میگه ای بنده جاهد، ای بنده منکر، ای بنده کافر، اگر تو منکر اینی که من قیامت کرده نمی توانم، من معاد را کرده نمی توانم، انسانها را دوم مرتبه زنده کرده نمی توانم، فلینظر الانسان مما خلق. الله باید انسان نظر بکند. مراد از انسان اینجا انسان کافر، انسان جاحد و منکر و انسانی که به خدا، پیامبر، روز رستخیز و قیامت باور ندارد. فلینظر الانسان، باید ببیند انسان، انسان متوجه شود، مما خلق، از چی آفریده شده، مما خلق، از چی آفریده شده. انسان زمانی که تجسس بکند و پشت ای بگرده که انسان از چی آفریده شده، ما باور ما ایست که همه قرار میدانیم که انسان از نطفه آفریده شده، بس. اما تحقیق اینه که اون نطفه که یا به اصطلاح اسپرم یا او آب منیه که به صورت جهنده و دفق خیلی زیاد از انسان زایل میشه، از همه او انسان تولد نمیشه، بلکه انسان از یک تخمه پیدا میشه که او تخمه بدون چشم مسلح قابل رویت و قابل دید نیست. اینجاست قدرت رب العزت جل جلاله. انسان از تخمه پیدا میشه که رب العزت جل جلاله من نطفه امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا. قرآن از نطفه مرد به نطفه و از نطفه زن به امشاج تعبیر کرده و متخصصین طب و دکتورین ایر ثابت کردن که تخمه مرد کروی و تخمه زن حلقوی و مسطح است. زمانی که تخمه مرد رها میشه با همون سیستمی که رب العزت جل جلاله با قوت و قدرت و تقاضای علمی و حکمت خودش آفریده، مقام است به نام فلوب در اونجا قرار میگیره و این چند مراحل را طی میکنه تا به اونجا میرسه و بعد با امشاج یکی میشه. وقتی که نطفه و امشاج یکی شد، یا اکس و اکس وای به تعبیر اطبا، یک جا شدن، از این انسان بمیاد، از این انسان به وجود میآید. فکر بست بر آب صورتگری، دهد نطفه را صورت چون پری. از چنین ذره، از چنین ذره‌ای که با چشم غیر مسلح دیده نمیشه، رب العزت انبیا، سلاطین، پادشاهان، پهلوانان، انسانهای مبتکرین، مخترعین، انسانهای فیلسوف و انسانهای دانشمند، عالم، فاضل و امثال هم پیدا میکنه و انسانی با زور، با زور، با عزت
به دنیا میاره. رب العزت میگه فلینظر الانسان، انسان ببینه که از چی آفریده شده. زمانی که انسان به این باور برسه که الله جل جلاله از یک ذره ما را آفریده، ذره ای که با چشم غیر مسلح قابل دید نیست، خامخا باور میکنه، خامخا باور و عقیده راسخ و تزلزل ناپذیر پیدا میکنه که این رب العزت، این قادر توانا، روز رستخیز همه ما را باری دیگر زنده میگرداند و به حضور خود فرا میخواند و از ما حساب و کتاب میگیرد. عارف میگه نقاش نقش ثانی بهتر کشد ز اول، نقاش نقش ثانی بهتر کشد ز اول. زمانی که یک نقاش یک چیز تابلو را رسم کرد، بعد از او خواست که مرتبه دوم رسم کنه، مرتبه دوم از مرتبه دوم بهتر رسم میکنه. این عارف به خاطر فهم ما میگه و الا به نزد پروردگار جل جلاله اولی و ثانوی نداره، همه و همه. اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون. زمانی که رب العزت تعلق اراده و تعلق حکم و مشیتش بر یک مسئله شود و به او کن بگوید، فیکون می شود. به مجرد تعلق اراده شی معدوم موجود و شی موجود معدوم می شود. فلینظر الانسان مما خلق، بعد خودش تعبیر می کند، مما این دافق یخرج من بین الصلب و الترائب، از یک آب جهنده. و صورت اجمال اگر قرآن در او روز 1400 سال پیش تصریح میکرد که انسان از یک چیزی آفریده میشه که با چشم غیر مسلح قابل دید نیست، مشرکین عرب کجا باور میکرد؟ یهودی مدینه کجا باور میکرد؟ نصارای نجران کجا باور میکرد؟ ولی بر طبق روال زمان قرآن بیان کرد که من ما این دافقین یخرج من بین الصلب و الترائب، انسان از یک آب جهنده به دنیا می آید که از بین وسط سینه و صلب پشت انسان به وجود می آید و توأم با همه و همه به وجود می آید. البته در رابطه به تخصیص این سینه و پشت تعداد از مفسرین ای باور دارند که سینه محل تجمع امی اسپرم برای طبقه اوناس و صلب محل تراکم اسپرم مردها است. اما تعدادی از مفسرین میگن نه، این به صورت عمومی هست. به هر تقدیرش، چون انسان زمانی که به اصطلاح نطفه از انسان بیرون میشه، از تمام وجود انسان گرفته میشه، اما از همه بالاتر مغز انسان در تولید ای و مغز انسان در تورید ای بسیار نقش. بناهن رب العزت به این نکته عظیم و به این نکته معجزه آسا می فرماید فلینظر الانسان مما خلق، خلق مما این دافق یخرج من بین الصلب و الترائب. به انسان قناعت می ده، به انسان قناعتش حاصل می شه. شما ببینین، ما می گیم حضرت آدم علیه السلام از خاک آفریده شده، مفسرین می گن نه، ما کلمان از خاک آفریده شده. درست است، اول آدم علیه السلام به صورت مستقیم از خاک آفریده شده، اما ما هم از خاک آفریده شده. بس به یک قسم که از تمام اجزای عالم وجود یک انسان به دنیا می آید. شما ببینین، ما در افغانستان زندگی می کنیم، در یک کشور خشکه که حتی محاط به بحر هم نیستیم و راه ترانزیت بحری نداریم. برنج ما از کجا میه؟ سوپر استار هند. چای ما از چین، آرد ما از قزاقستان و پاکستان و امثال هم بلاروس. از تمام گوشه های دنیا رزق و روزی ما اینجا جمع میشه و از او ما تناول میکنه و از این قوه و نیرو به وجود میآید و از این نیرو انسان تولد میشه. و اینها هم از چی پیدا میشه؟ از خاک پیدا میشه. مفسرین میگن درست است که آدم علیه السلام از خاک آفریده، ولی در صورت تحقیق همه انسان ها از خاک آفریده. رب العزت جل جلاله برای تأکید می فرماید انه على رجعه لقادر، بدون شک ذاتی که این انسان را از ماء دافق از بین صلب و ترائب به دنیا آورد،
به وجود آورد و از یک تخمه ای که و چشم غیر مسلح دیده نمیشه به وجود آورد و از او انسان باده بلدر و قوی پیکر ساخت. اینی ذات او را روزی میمیرانه و ای که زیر خاک رفت و به استخوانهایش به خاکستر تبدیل شد. طبق عقیده مشرکین مکه که میگفتن اذا کنا عظاما نخره، آیا زمانی که ما استخوانهای بالیده و بوسیده شدیم آیا باز ما حشر میشیم؟ پروردگار میگه بله، و انه علی رجعه لقادر، بدون شک همین ذات به برگردانیدن این انسان در روز رستخیز و قیامت برای محاسبه و حساب و کتاب قدرتمند است، توانا و نیرومند است. یوم تبل السرائر فما له من قوت ولا ناصر، در آن روزی که تبل السرائر ظاهر می شود، آشکار می شود هر آن چیزی که در دل انسان، در دل زمین، در مغز مفکوره انسان و در کائنات وجود می داشته باشد، همه و همه ظاهر می شود. همه قبرها بر می خیزند، یکی از دل زمین امین مرده هاست، دیگر تمام گنجینه ها و خزینه ها و دفینه ها ظاهر می شوند همه، و هر آن چیزی که از نیات، از اعمال در وجود انسان است اینها هم ظاهر می شوند، عملی بد، عملی نیک، نیت خوب، نیت خراب، همه و همه. و پروردگار جل جلاله بر طبق وعده خود برای انسان عامل، کسی که عملی نیک می کنه پاداش نیک، و برای کسایی که اعمال زشت و ناروا دارن برای اونها پاداش و مکافاتشان، مجازاتشان جهنم خواهد. در حدیث پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم است که الله جل جلاله در قرآن کریم مزی خبر دارد: اذا السماء فطرت و اذا الكواكب انتثرت و اذا البحار فجرت و اذا القبور بعثرت، زمانی که آسمان شگافته شود، زمانی که آسمان ها پاره شوند و قطعه قطعه پایین بریزند، و زمانی که ستارگان منتثر و پراگنده شوند، و اذا الكواكب انتثرت و اذا البحار فجرت، در دیگر سوره میگه و اذا البحار سجرت، زمانی که بحرها به آتش تبدیل شوند. حضرت علامه مفتی محمد شفیع رحمه الله در تطبیق این دو آیه فرمودند که رب العزت جل جلاله زمانی که کواکب منتثر شد، این کواکب بیفتند به زمین، آفتاب که چقدر گرمی داره و او را تا حال کس احاطه نکرده، هیچ مهندس و ریاضیدانی او را محاسبه کرده نمیتونه، او به بحر میفته و بحرها به آتش تبدیل. ای امو وقتی است که قیامت به وجود میاد، رب العزت میفرماید یوم نبدل الارض و غیر الارض و السماوات و برزو لله الواحد القهار، روزی که ما تبدیل میکنیم این زمین را به یک زمین دیگر، البته این زمین گنجایش او همه مخلوق را که چندین میلیارد از ما پیش رفت، چندین میلیارد دیگر در انتظار آمدن تا قیامت خواهد بود، و چندین 7 میلیارد نفوس موجود کره زمین جمعا شاید به 100 میلیارد برسد، احتمال را 1000 میلیارد برسد، و برای فعلا که 7 میلیارد است، متخصصین زمین شکایت دارند که جمعیت روی زمین رو به ازدیاد است و کره زمین طاقت این همه جمعیت را ندارد. پس این میلیاردها میلیارد در کجا جا میشه؟ رب العزت میگه در حدیث پیامبر صلی الله علیه وسلم در ذیل امی آیه مفسرین نقل میکنند که خداوند این زمین را تبدیل میکند به یک زمین هموار، به یک زمین قاع که در او حتی یک بیزه، یک تخم را در یک گوشش اگر نهاده شود و انسان اگر دید داشته باشد از طرف دیگر دیده میشه، که در اونجا پهنایی به اصطلاح بالایی و پایینی وجود ندارد، کوه و کتل وجود نداره، یک دشت مستقل است، یک دشت هموار هموار که خداوند برای میدان عرصات، میدان محشر، میدان حساب و کتاب، میدان قضاوت و فیصله رب العزت در اونجا صورت میگیره، او را به این خاطر ایجاد. فما له من قوت ولا ناصر، پس برای انسان
هیچ قوت و نصرت دهنده نیست. انسان منکر، انسان کافر، انسانی که موجب مجازات و موجب دوزخ است، برای او کدام قوت در برابر نیروی رب العزت و کدام کمک کننده در برابر آوردن عذاب بر بالایش وجود نداره که دفاع بکنه. عزیزای محترم، ما و شما هم در انتظار همین روز هستیم و به این روز باور داریم و به این روز عقیده داریم و به این روز ایمان داریم. چرا؟ اگر ایمان نداشته باشیم ما مسلمان نیست، العیاذ بالله. هیچ مسلمانی نیست که او مسلمان باشه و به محشر ایمان نداشته باشه. چرا؟ اصول دین یعنی سه چیز را تشکیل میده: توحید، رسالت، معاد. معاد همین محشر، معاد همین زنده شدن بعد از مرگ، معاد همین وعده حساب و کتاب، معاد همین سنجش رب العزت اعمال بندگان خود. فریق فی الجنة و فریق فی السعیر. پس بناهن باید ما و شما اعمال خود را، کار خود را، راه و روش خود را بر طبق چیزی که قرآن میگه، بر طبق اصول قرآن، اصول اسلام، رهنمایی های و ارشاد های گرانمایه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم آماده بسازیم. سنت های رسول گرامی اسلام را در جان خود، در فامیل خود، در اجتماع خود تطبیق بکنیم، تشویق بکنیم تا که سنت های رسول گرامی اسلام احیا شود. و رسول خدا فرمودند کسی که یک سنت مرا در نزد فساد امت احیا بکنه برای او پاداش 100 شهید است. تا اینکه در آن روز سربلند با عزت و با افتخار در زیر لوا و بیرق محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم از جمله مؤمنینی باشیم، از جمله کسانی باشیم که او هزاران سال قیامت به اندازه 4 رکعت نماز سرش تیر نمیشه. اللهم خدایا ما را از امو جمله بگردان، خدایا ما را از امو جمله بسازان. و یک پیام دیگه دارم من. این پیام مستقیما به خود رئیس جمهور، جمهوری اسلامی افغانستان، وزیر صاحب دفاع، وزیر صاحب داخله، رئیس امنیت، به این ارگان ها میرسانم که بعضی حرمت شکنی ها وجود داره، بعضی نقض حرمت ها وجود داره، جلوی ازیره باید بگیرن. به ما چیزی نکردین در طول این 10 سال دموکراسی تان و به خدا هم نکردین، ولی ما را به حال خودمان بگذارین، ما را به حال خودمان بمانین، ما را بالای زخم من مرهم نه نمک نریزی. من یک بلا و مصیبتی که دیروز در این مسجد گذشت براتون یادآوری میکنم. پارسال هم تو یک واقعه شد، باز هم تو یک واقعه تکرار شد. گفتم خیر. یک دگروال بود یا جنرال بود یا هر چیزی که بود، بی ادبی معاف، از این زنایی که در اردو و پلیس است، من نفهمیدم یونیفرمشه، اینجا 4-5 فاتحه بود. اگر من از این که مجلس مردم خراب نمیشم، مردم سوک زده و غم زده در اینجا نمی بود، او یونیفرمشه و او نشانشه برش نشان می دادم. در بین هزاران مرد به همی رقم لین آمده و فاتحه می ده و به مردم تیر شد. از پیش روی ما که تیر شد ما شناخت. گفتم کور بودی؟ سالون زنانه اونجاست. برای من میگه خانه خداست. ولی بگه کجا استاد میشه که انسان گپ بزن؟ خانه خدا از خود قانون داره. در وقت نماز تو کجاست که خانه خداست؟ در وقت مسائل دیگه کجاست که خانه خداست؟ در بین صدها و ده ها انسان نامحرم، انسان جوان، انسانی که در طوفان شهوت قرار داره، پسش از پس، پیشش از پیش، تو در بین اینها قرار داری، آیا این در نظام اسلام هست؟ بگوین هست؟ آیا در قانون اسلام هست؟ برادرها، فتوای علمایی است، علمای دین، علمای واقعی، علمای وارسته از همه، که اختلاط مرد زن در کلاس قرآن درست نیست. چه جایی که قشله های عسکری، یکی تو برای زنها کار پیدا کردی پلیس جور کردی، برای زنها کار پیدا کردی اردو جور کردی،
او خودت میدانی و کارت میدانه و روز قیامت و حساب و کتابت میدانه اویت از خودت. ولی برای خدا جلوگیری کنین، از افسرای زنها جلوگیری کنین که در قات مردا با فاتحه خانی در مسجدها نیاین، یا در سالونهای زنانه بروند یا در منزل شخص متوفا بروند. این مسئله تکرار نشه، اگر تکرار شد عکس العمل در قبال خواهد داد. در آخر دعا میکنیم الله جل جلاله به همه ما و شما توفیق عمل نیک و توفیق عمل صالح نصیب بفرماید. اله العالمین، سیاسیین ما را، تجار ما را، حکام ما را خدایا توفیق تقوا و عدالت اجتماعی نصیب بفرما. خدایا برای فرد مسلمان ها خصوصا افغان ها محبت وطن دوستی، محبت همزیستی، محبت برادری را نصیب بفرما. اله العالمین، پروردگارا، دشمنای دین، دشمنای اسلام، دشمنای میهن، هر پلان توطیه و دسیسه ای که دارن خدای تمام پلان ها، تمام توطیه ها و تمام دسایسشان را خدای نقش بر آب بفرما. اله العالمین، مسلمینی بر حق، مسلمینی واقعی، کسایی که هوای خدمت بر دین، بر اسلام، بر ملت و مردم دارن خدایا در هر مکان و زمان، در هر جایی که قرار دادن آنها را خدایا سربلند و معزز و سرفراز بگردان به عزت لا اله الا الله محمد رسول الله. برای بندگان باشد عطایی از خدا قرآن، برای بندگان باشد عطایی از خدا قرآن، بود آورده ای آن پیشوای انبیا قرآن، بود آورده ای آن پیشوای انبیا قرآن. با امر و نهی باید ای مسلمان کرد و پابندی، با امر و نهی باید ای مسلمان کرد و پابندی، وگر نمی کند لعنت برایت بارها قرآن، وگر نمی کند لعنت برایت بارها قرآن. نماز و روزه و حج و زکاتت می دهد تلقین، نماز و روزه و حج و زکاتت می دهد تلقین، جلوگیری کند از کارهای ناروا قرآن، جلوگیری کند از کارهای ناروا قرآن. خلاف آن نمی شاید برای مؤمنان کاری، خلاف آن نمی شاید.